جاده های کابل مملو از کودکانی که با فروختن دستمال برای پاک کردن شیشه ها، اسباب بازی و یا دود کردن اسپند روزگارشان را سپری می کنند. شمار این اطفال بسیار است و به آن کودکان خیابانی می گویند. آنها نانآوران کوچک خانواده ایشان هستند و خیلی منتظر پولی هستند که این کودکان در اثر مشکلات زیاد آن را به دست می آورند. با آنکه آمار دقیقی در دست نیست، اما به نظر می رسد که هنوز هم هزاران کودک بی خانمان به شکل گدا و با حالت اسفبار در کابل زندگی می کنند. آنان در مناطق پرجمعیت کابل مصروفند. گفته می شود که برخی از کودکان خارجی که اکثرا پاکستانی هستند نیز در این میان دیده می شود. کودکان خیابانی افغانستان به کارهای متفاوتی مصروفند. شمار اسپند دود می کنند، ایده شیشه های موترها را پاک می کنند، برخی گدایی و بعضی هم مشغول رنگ کردن بوتهای شهروندانند. بیشترین پولی که یک کودک بی خانمان در نتیجه کار شاقه روزانه اش به دست می آورد شاید 50 الی 100 افغانی باشد، چیزی که در مقایسه با میزان کار اندک است و طاقت فرسا. و یا هم خیلی از آنان مصروف کار دیگری اند، فروش خریطه های پلاستیکی. شاید روزانه صدها بار داد بزنند تا ساکنان محل اندکی از خریطه ها را خریداری کنند. برخی از آنان در کنار کار شاقه به آموزش ادامه می دهند و شمار هم تمام هست و بودشان را وقف روزگار کردند، چیزی که شاید حتی برای افغانستان خطرناک باشد. ما صرف میکنم و صرف تا بگاره کار میکنم. پولیش مکتب هم میرم پای آقای مایی بسته بکار است، خود میکنم. روز 22 خلطا مفروشم، در روز 100 روپا کنیم 100 روپا پیدا میکنم. اکثر کودکان خیابانی کابل اطفال بی‌بضاعت، یتیم و یا هم بیچاره هستند که مجبورند برای خانواده نان تهیه کنند. جنگ های چندین ساله افغانستان و حملات انتحاری چند سال اخیر باعث شده است که برخی از خانواده ها نان آورشان را از دست دهند و به کودکانشان پناه ببرند. زندگی اطفال روی جاده افغانستان اسفبار است. خیلی از آنان آرزو دارند که مانند دیگر کودکانی که مربوط خانواده های پولدار هستند آموزش ببینند، تفریح کنند و در آسایش زندگی، چیزی که در چندین دهه مهیا نشده است. خیلی از آگاهان به این باورند که حکومت افغانستان نسبت به وجود کودکان بی سرپرست و خیابانی مسئول است. مسئولان باید کودکان خیابانی کشور را جمع‌آوری کنند، چیزی که تا هنوز به صورت مثمر به آن عمل نشده است. از سوی دیگر گشت و گذار و انجام کار شاقه توسط اطفال بحران آور است و امکان می رود که سلامت جسمی و روانی این کودکان آسیب پذیر شود، چیزی که دکتران همواره به آن تاکید کرده اند. با اینکه مشکلات اقتصادی و اجتماعی افغانستان تنها به وجود کودکان خیابانی خلاصه نمی شود، اما به نظر می رسد که عدم توجه به اطفالی که برای ادامه حیات کار شاقه انجام می دهند و یا هم در خیابان ها مصروفند، بحران های اجتماعی بزرگتر را به دنبال خواهد داشت. سید بصیر مصباح، تلویزیون میوند.